پژوهشگران شرکت گلاسیفای در اسرائیل لیوان های آبجوی هوشمندی ساختند که استفاده از یک که با استفاده از یک, یک میکروچیپ اطلاعات و نظر مصرف کننده را درباره آنچه می نوشد گردآوری و به کمپانی های تولید کننده منتقل می کند و کمپانی هم در عوض برای او تبلیغ و تخفیف می فرستد. البته ناگفته نماند که متخصصان بهداشتی هم خواستار ارسال پیام های خود از طریق این لیوان برای محدود کردن مصرف الکل شدن جزئیات بیشتر در گزارش شیده رسایی. شرکت گلاسیفای میگوید تولید لیوان های هوشمند ورود به یک بازی برد 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 است. آبجوخورها از لیوانی می نوشند که میکروچیپ انتهایی آن به واسطه یک اپلیکیشن موبایل نظر مصرف کننده را راجع به طعم و رنگ و سایر مشخصات به وایس بیرگر کمپانی نامآور بازاریابی نوشیدنی های الکلی می فرستد. و هم برای آنها کپون تخفیف دریافت می کند و در عین حال گاه و بیگاه به آنها یادآوری می کند که نسبت به میزان الکلی که می نوشند توجه و احساس مسئولیت کنند. و همچنین اختار میکند که در حال مستی رانندگی نکنند The مشتری همان آبجوی همیشگی را میگیرد فقط گیلاس آن تفاوت می کند. البته ما شکل و فرم گیلاس های سنتی آبجو رو حفظ کردیم. تنها تفاوتش اینه که وقتی گیلاس رو کنار موبایل میذارید معجزه اتفاق میافته زیرا تلفن های هوشمند به طور اتوماتیک لیوان های هوشمند رو شناسایی میکنن و اطلاعات غیر هویتی مشتری رو علاوه بر سابقه و سلیقه الکل نوشیدن او از طریق کلاود منتقل میکنند. منظور از اطلاعات غیر سن، جنس، محدوده سکونت و داده های از این دست است که نمی توان با آن فرد را شناسایی کرد و تنها به درد نظرسنجی و تحلیل های آماری می خورد. و رستوران ها و بارها هم در ازای این اطلاعات به مشتری یک یا چند آبجوی مجانی می دهند. این به نفع هم است. مشتری پول کمتری خرج می کند و تولید کننده آبجو با شناسای سلیقه مصرف کنندگان پول بیشتری به دست می آورد. گلاسیفای یک شرکت تازه کار است و موفق شده که لیوان های هوشمند خود را تقریبا به قیمت گلاس های معمولی آبجو عرضه کند. <applause> تمامی قشنگی کار در اینه که ما موفق شدیم نظر همه رو جلب کنیم نه فقط مشتری و فروشنده راضی هستن بلکه سازمان های بهداشتی و مبارزه با مصرف الکل هم می پیام خود را در خیشتنداری از زیاده روی و افراد درست سر به زنگاه به هدف بزنند کلاسیفای میگوید این ابتکار می تواند به سایر ظروف هم گسترش داده شود و گروه جدیدی متشکل از رستورانداران، تولید کنندگان غذا و فعالان مبارزه با چاقی را منتفع کند. آنها محصول جدید خود را در بهار 2017 به بازار می فرستند. شده رضایی صدای آمریکا.